سلام به همه دوستان، عزیزان، عشقای دل. دوستان، من یک سری ویدیوهای آماده کردم، ویدیوهای آموزشی برای ادیت‌های ویژه ویدیویی. یعنی یه سری ویدیوهای خاص رو میام آموزش میدم که چجوری با همدیگه بتونیم بسازیم. این قسمت اولین قسمت این برنامه هستش. اسمش هم به خاطر اینکه امروز یک شنبه است میذارم مثلا یک شنبه های خلاقیت. یعنی هیچ اسمی نداشت، همینجوری دور هم بودیم، الان یه اسمی هم انتخاب کردم. این ویدیو رو امروز ببینید، اگر دوست داشتید حتما توی کامنت بهم بگین که این سری ویدیوها رو ادامه بدم. و یادتون نره که حتما اگر که هنوز منو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، من رو لایک کنید ویدیو رو و کامنت بذارید. پر انرژی مثل همیشه با هم دیگه برو بریم. خب دوستان، وارد ابزار پریمیر میشیم و ویدیویی که میخوایم باش تایم لپس درست کنیم رو توی این ابزار ایمپورت میکنیم. سکانس مرتبط با اون رو هم درست میکنیم که من فولش 25 فریم درست میکنم، اسمش هم میذارم تایم لپس. ویدیو رو میگیرم میکشم. من از قابلیت تایم لپس دوربین استفاده نکردم و یه ویدیوی 6 دقیقه گرفتم که میخوام این رو تایم لپس بکنم. اولین کاری که باید بکنم اینه که ویدیو رو تند بکنم. کافیه که روی ویدیو رایت کلیک بکنیم، اسپید دیوریشن، و از اینجا یه سرعت مثلا 8000 تایی اعمال کنیم. نزدیک 4 ثانیه ویدیو شد، من میخوام به 5 ثانیه برسونمش. بنابراین با زدن کلید میانبر R میگیرم میکشم تا اینجا. فریم اول و آخره ویدیو رو هم من حذف میکنم. این کار به خاطر اینه که موقع رکورد کردن ویدیو دستم وقتی به دوربین خورده امکان لرزش وجود داره و من نمیخوام که این لرزش کوچولو هم تو ویدیو باشه و خرابش کنه. پس همین ترجیح میدم که یه فریم حذف کنم که اون اول آخرش نباشه. خب الان 5 ثانیه ویدیو داریم که تند شده. الان میخوایم بریم وارد قسمت هیجان انگیز این ویدیو بشیم که چجوری حالا بیایم انقدر نورانی کنیم ویدیو رو. این ماشینا خودشون خیلی معلوم نباشه، مثلا این کامیون چی آخرت میشه، نورانیش کنیم. از پنجره افکت، افکت اکو رو سرچ میکنیم و اون رو میگیریم میکشیم و روی ویدیو اعمالش میکنیم. وقتی که اعمال میکنیم یه امامزاده ای درست میکنه واسمون که خب خیلی زیبا نیست، من خودم دوست ندارم. پس اول میایم این اکوپراتور رو روی حالت ماکسیموم میذاریم، نورمون رو کم میکنه. ما با دو تا از گزینه‌های این افکت کار میکنیم، یکی اکو تایممون که تایمی که میده شروع بکنه است که 300 یا منفی 300 ایدئال ترین حالتشه، و دومین گزینه‌اش که تعداد اکوامون هستش که میذاریمش رو حالت یه عدد بین 120 تا 150 رو بعد انتخاب کنیم که من خودم روی عدد 130 میذارمش. بعد که حالت 130 گذاشتم حالت ایدئال به دست میاد و یه ویدیوی نسبتاً خوب نورانی رو خواهیم داشت، یه تایم لپس خوبی که نور رو شرکت کنن رو داریم. افکت که خیلی سنگینیه، واسه اینکه بخوایم ببینیم باید حتما رندر بگیریم. کافیه که اینپوت و آوتپوت ویدیومون رو مشخص کنیم و با زدن کلید اینتر بذاریم که رندرگیری انجام بشه. رندرگیریش هم یه خورده زمان بره. این قسمت ویدیو رو من یه خورده تون میکنم که خیلی شما اذیت نشین دوستان. خب دوستان، رندرش بالاخره انجام شده، حالا میتونیم خیلی راحت این ویدیو رو ببینیم با هم دیگه و لذتش رو ببریم. همونجوری که میبینی یه ویدیو زیبایی درست شدش. میتونیم اینو چند بار تکرارش هم بکنیم که ویدیوی خوره تایمش طولانی تر بشه، چون تو تایم لپس خیلی دیده نمیشه که ویدیو چقدر یعنی تکرار شده چجوریه، کسی نیفهمه. حواسشون اون قشنگی جذابیت داره. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو، از این آموزش امروزمون لذت برده باشین. اگر که دوست دارین این ویدیوها ادامه دار باشه حتما توی کامنت بهم بگید. اگر هم ویدیوی تایم لپس این شکلی درست کردید حتما واسه من بفرستید، خوشحال میشم ببینم. و اینکه دمتون گرم مثل همیشه.
ایستی میخواستم بگم که الان یادم نیست دقیقا چی میخواستم بگم. آها یادتون نره منو تو اینستاگرام حتما دنبال کنید، اونجا کارهای منو میتونید بیشتر ببینین اگر ندارید. و اینکه این ویدیوی آموزش قرار ادامه دار بشه، اگر که دوست دارین ویدیوی خاصی رو نحوه آموزش رو داشته باشین حتما بهم بگین که ما آموزش اون ویدیو رو با هم دیگه داشته باشیم. خیلی خوشحال میشم که شما هم نظر بدین. خلاصه دم همتون گرم، خدافظ.